با حضور ابراهیم رئیسی در رأی قوه مجریه موانع یکی یکی برداشته شدند و همه چیز ظاهرا روی قلتک افتاده است واردات واکسن انجام می شود و حتی منعی برای واردات فایزر و مدرنا وجود ندارد دور جدید مذاکرات انجام می شود و قفتها گشوده می شود اما چرا دولت روحانی برای چنین امور پیش پا افتاده ای در تنگنا بود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید کار خود را آغاز کرده است. او به همان شیوه حضورش در قوه قضایی که به میان مردم می رفت جویای مشکلات آنها می شد و به یک باره پس از آن قفل در کارخانه های تعطیل شده شکسته می شد کار در قوه مشریه را آغاز کرده و بازدید میدانی می کند و ناگهان مشکلات و سوء مدیریت ها و نابسامانی ها به پایان می رسد. اما چرا چنین هماهنگی در دولت قبل وجود نداشت؟ آیا این توانایی وجود نداشت یا اینکه قرار است فرایندی پیش برود که در آن ابراهیم رئیسی به عنوان سوپرمنی ظاهر شود که پروژه یک دستی نیروهای سیاسی را توجیه کند؟ ابراهیم رئیسی وارد می شود. ابراهیم رئیسی در یک بازدید سرزده به داروخانه 29 فروردین رفت. در میان مردم حاضر شد و صفای طولانی آنها را دید و تاکید کرد که دارو موجود است در همه این صحنه ها دوربین ها گفتگوی رئیس جمهور با مردم و حضور وی در میان آنها را ثبت کرد روز بعد خبر رسید که در کنار داروخانه 29 فروردین یک داروخانه ویژه فروش داروهای کرونایی به صورت فوری احداث می شود تا از حجم تجمع و صفای طولانی مردم کم شود پس از آن در جلسه هیئت دولت مقرر می شود که داروهای مورد نیاز در گام اول بین 100 داروخانه و در گام دوم تا 300 داروخانه توزیع شود تا دیگر صفهای طولانی برای خرید دارو در مقابل داروخانه تشکیل نشود. چندی پیش نیز ابراهیم رئیسی از چند سوله واکسیناسیون در پایتخت و همینطور بخش کرونای بیمارستان امام خمینی تهران نیز بازدید سرزده انجام داد. پس از آن نیز اخباری مبنی بر افزایش تعداد سوله های واکسیناسیون در تهران منتشر شد. با آمدن ابراهیم رئیسی، وضعیت واکسن کرونا در کشور متحول شد. در شرایطی که مسئولان از سال گذشته بر لزوم تولید داخلی واکسن کرونا تاکید و وعده تولید میلیونی آن را در تابستان میدادند و با هر گونه واردات واکسن مخالفت میکردند، اینک به یک باره همه راهها برای واردات واکسن هموار شده و چند میلیون چند میلیون واکسن وارد می شود و حتی کیانوش جهانپور خبر می دهد که من ای برای واردات فایزر و مدرنا وجود ندارد. ابراهیم رئیسی هم در جلسه هیئت دولت اعلام کرده که واردات سی میلیون واکسن قطعی شده است. رئیس سازمان غذا و دارو هم این موضوع را تایید کرده و گفته این سازمان تلاش می کند تا پایان شهریور سی میلیون دوز واکسن وارد کند این موضوع صدای مردم را درآورده و کاربران در شبکه های اجتماعی میگویند کاش حسن روحانی همان پارسال استعفا میداد تا آقایان دست از توهم تولید واکسن داخلی کرونا برداشته و به واردات کرونا رضایت میدادند تا این همه جان عزیز را از دست ندهیم در حالی که اصولگرایان نحوه مذاکره با غرب را عملی نادرست میخواندند و منتقد مسیر دولت روحانی بودند امروز سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی خبر داده که ایران برای برگزاری دور هفتم مذاکرات احیای برجام با دستورکار جدید اعلام آمادگی کرده است در موضوع برجام نیز سناریوی کارآمد نشان دادن دولت انقلابی دنبال می شود. دولتی که غرب را نظام سلطه میخواند نسبت به گفتگو و به نتیجه رسیدن یا آن خوشبین نیست و به گفته محمد مخبر و ابراهیم رئیسی روی رفع تحریم ها هم حساب خاصی باز نکرده حالا آماده ی مذاکرات شده است در این میان، اگر به یک باره اعلام شد که مذاکرات با غرب به نتیجه رسیده و تحریم ها رفع شده نباید تعجب کنیم چون این دستاورد باید در دولت رئیسی به سرانجام میرسید شیوه کار در دولت سیزدهم از همین ابتدای کار روشن است و می توان به وضوح ماها و سالهای پیش رو را تصور کرد و الگویی که امروز از سوی دولت سیزدهم و حامیانشان پیگیری می شود را در ارتباط با سایر مسائل نیز مشاهده کرد. دیگر کسی نیست مجوز ندهد در گمرک محموله های دارویی را ترخیص نکند. با شعار تولید داخل مانع از واردات واکسن شود. امروز ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا ابراهیم ریسی همه قفتها را برایشان بکشاید. چون که او رئیس جمهور خودی انقلابی است. در حالی که حرس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند سابق دفتر شورای فرهنگی بریتانیا نزدیک به سه سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده است، حجت کرمانی وکیل مدافع وی از تبرئه موکلش در پی پذیرش عاده دادرسی در دیوان عالی کشور خبر داد. به گزارش هرانا، امیری پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ده سال حبس محکوم و حکم صادره در دادگاه تجریه نظر عینا تایید شد وی در شهریور 97 جهت تجمل دوران محکومیت خود بازداشت و به بند زنان زندان ایوین منتقل شد حجت کرمانی وکیل مدافع عرس امیری در این باره گفت با درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آینه دادرسی کیفری احکام صادره علیه خانم عرس امیری توسط ریاست قوه قضایی خلاف شرع بین تشخیص داده شد و با پذیرش عاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع و نهایتا حکم براعت عرس امیری از اتهام اداره شبکه براندازی از طریق کار در پیرتیش کانسل صادر شد امیری در تاریخ 23 اردیبهشت 98 توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی تحت عنوان اتهام اداره شبکه برنازی به ده سال زندان و دو سال محرومیت های اجتماعی از جمله ممنول کاری و ممنول خروجی پس از تحمل حبس ده ساله محکوم شد اتهامی که توسط سخنگوی قوه قضاییه در رسانه های عمومی جاسوسی عنوان شد اگر گفتید اولین کسی که قمه کرد چه کسی بود؟ باور نمیکنید اگر بگویم اولین نفر سفیر فخیمه انگلیس بود که در سال 1296 در باغ سفارت انگلیس قمه زد و این جهل را هم همانند بسیاری دیگر از خرافه و گمراهی به خورد ملت مسلمان داد و خدا میداند چقدر بابت این حقی خدمت پاداش گرفت و امکانات نصیب خود کرد سفیر غمزن انگلیس چندی پیش اسناد سوخته سالهای دور mi 6 را منتشر کرد. در یکی از گزارشات این اسناد در ارتباط با سنجش حماقت مردم مربوط به سال 1328 آمده که خزینه در شوش بوده که بسیار آب کثیف و متعفن داشته است. مأمور انگلیسی از mi 6 خود را به کوری میزند و در حضور مردم از آب گندیده خزینه میخورد و به چشمهایش میمالد و ادعا می کند که شفا پیدا کرده است بعد از آن واقعه مردم برای تبرک به خزینه هجوم آوردند و با نوشیدن آب آلوده و مالیدن آن بر سر و صورت خود از آن شفا طلب می کردند. در انتهای این سند آمده است که حماقت مردم هنوز به حدی است که تا سالهای سال می شود آنها را بازی داد و سوارشون کرد. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.